تقریبا 66 میلیون سال پیش یک سیارک اندازه کوه اورست خورد به یه جایی که الان ما به اسم شبه جزیره یوکاتان میشناسیم. این برخورد و اتفاقای بعدی که بعدش افتاد 160 هزار گونه دایناسور رو از بین برد. اگه فکر کنیم این سیارک از کنار زمین عبور میکرد، برخوردی نداشت یا اصلا تو آب میافتاد، مسیر زمین چجوری میرفت؟ احتمالاً پستانداران انقدر تکامل پیدا نمیکردن که شرایط امروزشون رو پیدا کنن. خب بیاین فکر کنیم که بهترین گونه و قوی ترین گونه پستاندارا چیه؟ ما آدم ها. یعنی ما آدم ها نبودیم دیگه. موضوع جالب. سلام، من جواد آزادی هم، یکی از ویدیوهای پادکست اگزون. اگه ما رو تو یوتیوب ببینید حتما ما رو سابسکرایب کنید، اگر ما رو تو اینستا ببینید ما رو فالو داشته باشید و این ویدیو رو لایکش کنید اگر فکر می‌کنید ویدیو جالبه، برای چند نفر بفرستینش. اول بریم به صحبت پایه‌ای رو با هم بکنیم. ببینید، ما در مورد یه تئوری پارک ژوراسیک حرف نمی‌زنیم. قضیه در مورد فیلم پارک ژوراسیک و اینکه دایناسورا الان زنده باشن و تو خیابون تیرکس ببینیم و یه جایی داشته باشیم که کلی دایناسور توش باشن نیست. چرا؟ چون که تو اون فیلم یا تو ایده‌ای که اون فیلم داره بحث سر اینه که دایناسورا از آن چیزی که تو 66 میلیون سال پیش بودن برداشته شدن و همون شکل اون روزشون آورده شده امروز و امروز مثلا ما میبینیمشون تو اون فیلم. ولی نکته اینه که اگر بودن تکامل پیدا می کردن، تغییرات خودشون، تغییراتی که طبیعت روشون میذاره اعمال می شد، چه اتفاقی امروز می افتاد؟ طبیعتا ما هم تو اون موقع این شکلی که امروز هستیم نیستیم دیگه. ما خیلی ساده تر بودیم، ما خیلی ابتدایی تر بودیم. زمین اون موقع آب و هوای گرمی داشت و تغییر فصل توش کمتر اتفاق می افتاد. ما یخهای قطبی بالا و پایین زمین نداشتیم و شرایط خیلی موسمی و یه چیزی مثل اندونزی یا شمال خودمون. نکته اینه که اون زمان دایناسورهای زیادی، گونه های زیادی از دایناسورها بودن، زندگی میکردن، بعضیشون کوچولو بودن اندازه قد انسان، بعضیشون طولشون 33 متر بود، وزنشون 100 تن بود، روزی 136 کیلو گوشت میخوردن. شما فکر کنید دیگه، جهان خیلی متفاوت تر از چیزی بود که امروز میبینیم. ما بزرگترین گونه‌ای که امروز میبینیم واله که اونم نمیبینیم، فیله که خیلی وزن زیادی نداره. اون موقع خیلی صحبت‌ها و اندازه‌ها و مقدارها بیشتر بود. سیاره که صحبتشو میکنیم یه گلوله آتشین، یه گوی آتشین بود که دورش کلی زباله فضایی بود. وقتی خورد به زمین تبدیل شده بود به یک گوی داغ و خیلی خیلی خطرناک. انرژی که وارد کرد 100 میلیون مگاتون بود، نیرویی که وارد کرد. نکته اینه که وقتی این برخورد اتفاق افتاد تو مکزیک، تا ساحل اقیانوس آرام سونامی ایجاد شد. دمای هوا تا 316 درجه زیاد شده بود. این یعنی بدنه اون موجودات بخت برگشته که بودن رو تنشون پخت. یعنی این 316 درجه دیگه آب 100 درجه که به جوش میاد. فکر کنید ما داریم در مورد 316 درجه سلسیوس صحبت میکنیم. تو 5 دقیقه زلزله‌ای با قدرت 11.1 ریشتر به وجود اومد تو کل زمین. نکته دیگه که وجود داشت اینه که اون دایناسورهای بدبختی که نزدیک بودن اینا مثل یه سری عروسک تو هوا پخش و پلا شدن، ولی یک غبار سنگینی به وجود اومد که این غبار یک لایه ابری بین خورشید و زمین به وجود می بود. این دوتا نکته داشت. یکی این که دما تو این ناحیه خیلی خیلی بالا رفت، یه چیزی مثل دم کردن، یه چیزی مثل این که دما اینجا گیر بیفته اتفاق افتاد. نکته دیگه این بود که اکسیژن نمیرسید، نور خورشید نمیرسید. این یعنی برای گیاه ها هم به مشکل به وجود اومد. دایناسورهای بزرگ که تکلیفشون مشخصه، این وسط نمیتونستن زنده بمونن، ولی کوچیکا میتونستن برن زیر زمین، میتونستن برن تو غارها، میتونستن برن یه جاهایی مخفی بشن.
گیاه هم همینجور بعضی از دانه های گیاه مخصوصا ترخزا اینا تونستن تو آب زیر زمین جاهایی مثل اینجور جاها یه مقداری در امان بمونن، ولی این وضعیت جهنمی به این زودی ها تموم نمیشد. این سرخسا که دونه هاشون مونده بود و بعدن تونستن جنگل های عظیم رو به وجود اومدن، منچه جنگل های شدن که ماها یعنی پستانداران توشون رشد کردیم، توشون تونستیم تکامل پیدا کنیم، گونه های جدید به وجود بیاریم و به شکلی در میاییم که امروز هستیم. حالا میرسیم به سوال اصلی و بزرگ. اون سوالم اینه که دکمه سابسکرایب زدیم یا نه. اگه دکمه سابسکرایب نزنیم و از این ویدیوها دوست داریم میتونید بزنیم، این باعث میشه که ما بیشتر بتونیم رشد بکنیم و ویدیوهای ما رو آدم های بیشتر بیاریم. پس بزنیدش. بیاییم فکر کنیم که اون سیارک نبود، اون برخورد بزرگ اتفاق نمیافتاد، یا میرفت از کنار زمین عبور میکرد اون سیارک، یعنی وقتی زمین هست به جای اینکه بخوره داخلش رد میشد، یا اینکه داخل آبهای زمین میافتاد. اگه داخل آبهای زمین میافتاد آره سونامی به وجود میومد، زلزله به وجود میومد، ولی آب خیلی میتونست راحت تر ضربه رو بگیره. نکته اینه که اگه همه این اتفاقا میافتاد شاید بازم دایناسورا ضربه بزرگی میدیدن، ولی به پایان اونا و از بین رفتن گونه اونها به صورت کامل منجر نمیشد دیگه. بیایم فکر کنیم که چه اتفاقی میفتاد. راستش اینه که اگه این اتفاق میفتاد تقریبا ما مطمئنیم که پستانداران به وضعیتی که امروز هستن براشون اتفاق نمیفتاد، یعنی به گستردگی و مالک بودن و این همه گروه بزرگی تبدیل نمیشدن. فکر کنید تو جامعه ای که شکارچیانی به اون قدرت و پوش و ذکاوت و اینها وجود داشتن، انسان نخستین یا میمون ها یا خیلی نمیتونستن از شانس بالایی برخوردار باشن. نکته بعدی اینه که اصلا ما وقتی تو بالای زنجیره غذایی نباشیم احتمال این که بتونیم فکر کنیم به درجات خوبی برسیم هم پیش نمیومد دیگه. فکر کنید بیا یه خورده در مورد این حرف بزنم. وقتی ما داریم در مورد چند میلیون سال حرف میزنیم، قبل حرف میزنیم، ما اون موقع خودمون هم یه سری گونه ابتدایی بدوی بودیم و به شکل امروز نبودیم، در صورتی که ما اون زمان دایناسورایی داشتیم که به صورت گروهی عمل میکردن، یه کدهایی داشتن بین خودشون که ما اون موقع هم نداشتیم اینا رو. یعنی اگر اینها منقرض نمیشدن این خیلی دور از ذهن نبود که گونه غالب به جانوری روی زمین الان از هم خانواده های دایناسورا باشن، نه هم خانواده های یه سری پستاندار کوچیک پرمو و خونگر. نکته دیگه اینه که اصلا دایناسورا منقرض نشدن. اگه فکر کنیم مارمولک ها، کروکودیل ها، سوسمارها و حتی پرندگان، اینا هم خانواده دایناسورا هستن، از اونها گرفته شدن، از اونجا اومدن، یعنی اینا به صورت کامل منقرض نشدن. آره گونه برتر نیستن، نبودن هیچ وقت، گاهن انطباق کمتری با محیط زیست دارن، پرنده ها خب ویژگی مثبتی مثل پرواز رو دارن، ولی با این وجود اونا گونه برتر نبودن تو همه اتفاقات. و نکته چیه؟ نکته اینه که ما اینو بدونیم که دایناسورا هیچ وقت به صورت کامل منقرض نشدن، انطباق پیدا کردن و نتیجهش پرنده ها، سوسمار ها، کروکودیل ها و حتی ماره. نکته چیه؟ نکته اینه که با همه اینها و با همه این اتفاقاتی که ما میبینیم خیلی فکر و ایده هیجان انگیزیه که ببینیم که اگر دایناسورا به اون شکلی که قدیم وجود داشتن امروز وجود داشتن چه اتفاقی میافتاد. فکر کنید هر روز صبح وقتی میخواستیم بریم سر کار باید چک میکردیم میبینیم که گله های تیرکس
امروز اطراف خونمون هستن یا نه، یا اگه میخواستیم بریم سمت محل کارمون چک میکردیم ببینیم که اتوبان مثلا نواب به وسیله یه سری مدفوع دایناسور پوشونده شده یا نه، یا اینکه پروازا چک میکردن ببینن که این سری پرنده های شکارچی یعنی دایناسورهای شکارچی کدوم سمتی دارن حرکت میکنن. اگه فهم کنید نظری دارین، حرفی دارین، نکته هست که باید بگین، یا من حرفی زدم که شما نظری در موردش دارین، حتما برام بنویسید. این خیلی کمک میکنه که بتونیم ویدیوهای بعدی باحالی بسازیم. من جواد آزادی ام، یکی از ویدیوهای پادکست اکسونه. ممنون که نگاه کردید.